سلام کیبوریا، من اومدم با یه ویدیوی دیگه. ویدیوی ما درباره پرویز پرستویی و صحبت‌های جنجالی اون در مصاحبه اخیرشه. پرویز پرستویی بازیگر پیشکسوت کشورمون در مصاحبه‌ای که اخیراً داشت گفت خیلی‌ها هستن توی سینما به نون شبشون محتاجن. ما از دور خیلی اسم بلند بالایی داریم ولی اینجوری نیست واقعا. من اگه پاش بیفته میتونم با حقوق 2.5 میلیونی بازنشستگیم زندگی کنم. بارها این کار رو امتحان کردم. در ادامه قسمت هایی از این مصاحبه رو با هم میبینیم. سینما ما آدمی داریم که رسلان به نون شبش محتاجه. بله، به خصوص الان تو این شرایط. خب الان بچه های تئاتر، بچه های تئاتر در واقع از کجا رزقشون رو در می آوردن؟ از کجا اجاره خونه‌شون رو تامین می‌کردن؟ از کجا برای بچه‌شون، دخترشون، پسرشون در واقع تامین وجود داشت؟ از همین تئاتر. چراغ تئاتر روشن بود، این کار اتفاق می‌افتاد. سینماگره در واقع سینمای رونق داشت، الان نیست. بعد اینا چون سینماگرای ما داریم که اگه کار بکنن پول دارن، کار نکنن پول ندارن. بله. ما از دور اسم خیلی به اصطلاح بلند بالایی داریم برای خودمون. به قول من بعضی اسمشون رو تریدی هم نمیکشه مثلا، فرض کن. ولی اینجوری نیست واقعا. ببین ما آدم داریم مثلا فرض کن یه برنامه یا تلفیلم رفته تو تلویزیون کار کرده، یا مثلا تو یه سریالی کار کرده، حالا مثلا تو یه مجموعه سریاله مثلا یه نقش کوچکی داشته اینجا، چون شب نشینش میدن صبح بخواد بره مثلا فرض کن پت میکشه، پول نداره. بعد میگن آقا شما که بابا ما هنرمندید، مثلا در تلویزیون کار میکنید، فکر کنن شطور با بارش داره گم میشه. این خبران نیست واقعا. اصلا دستمزدهایی که در واقع بعضی از دوستان میگیرن واقعا نمیشه. نمیگم من تکلیفم با خودم روشن کردم، بارها و بارها این عنوان کردم. بله من بازی میکنم پول بهم میدن، مجانی کار نمیکنم، اما خیلی دغدغم نیست واقعا. من همچنان بارها، این دیگه خیلی کهنه و کلیشه‌ایه، من همچنان با میتونم با حقوق بازنشستگی اداره تئاترم زندگیمو بکنم. چقدر حقوق شما بازنشستگی؟ فکر کنم مثلا 2 میلیون خورده‌ای. خب یعنی شاید بگیم که آقا این پول بنزین منم نمیشه ها، دور از ذهن، دور از واقعیته، ولی از ابتدا با خودم تمرین کردم این رو، اگر پاش بیفته میتونم اینجوری زندگی بکنم. چقدر خوب. خب اینو واقعا بارها با خودم این کارو کردم. خیلی سالا اینجوری بود اصلا. پرویز پرستویی متولد 2 تیر سال 1334 در همدان بازیگره. تا دیپلم بیشتر درس نخونده، اما مدرک درجه 1 هنری معادل دکتری رو از وزارت ارشاد داره. از تئاتر شروع کرده و حالا در سینما میدرخشه. در یک خانواده 5 نفره در روستای چارلی از شهر کبوتراهنگ همدان متولد شد. پدرش دست فروش و مادرش خانه‌دار بود که در 3 سالگیش به تهران مهاجرت کردند. در تهران ابتدا مستاجر بودند، اما با 11,000 تومانی که مادرش در سالهای زندگی مشترک خودش جمع کرده بود، در تهران خانه 2 طبقه با 5 اتاق خریدند. اوایل به شدت اهل فوتبال بود و مدتی هم دروازه‌بان تیم کارگران شد. بعد از اون در سال 1348 در 16 سالگی به مرکز رفاه نازی‌آباد رفت و شروع به آموختن تئاتر کرد. از 16 سالگی اندکی بعد از یادگیری تئاتر به صورت جدی وارد کار شد، تا اینکه در سال 1353 در 19 سالگی به خاطر نمایش دکه جایزه کاخ جوانان رو گرفت. اون بعد از این از طریق بهزاد فراهانی وارد گروه کوچ شد. بعد از سالها بازی در تئاتر با نمایش میلاد در نقش دلال زمین در بین اهالی تئاتر مشهور شد، تا اینکه در سال 1362 با فیلم دیار عاشقان جلوی دوربین رفت. اون برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین نقش مکمل رو گرفت. با اون صورت اینجا آروم نیست، ولی با خط مقدم فرق داره. خب جنگ دیگه، انشالله به همین زودی ازشون پس میگیریم. بچه ها از پا نمیشینن، یه عملیات دیگه. بازی پرستویی در فیلم آدم برفی در سال 1373 و فیلم لیلی با من است در سال 1374 که برای اون دیپلم افتخار هم گرفت خیلی زود مشهورش کرد.
من یه زن تنهای شهرم، با همه کسم غرغرم، روز و شبم تاریک و سرده به کنج میخونه ها. چی فکر میکردی؟ چی شد؟ انجامتم جلوتر از خط مقدم. اوج شهرتش در سال 1376 با فیلم آژانس شیشه‌ای در نقش حاج کاظم شکل گرفت که سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد رو براش به ارمغان آورد. میگه مشکلم اینه آقا جون، خواهش کنم بس کنید. شما از من کاری رو میخوان که انجامش غیر ممکنه. برادر من نه اینجا بنگاه معاملات اتومبیل دارم، نه بودجه محرمانه برای اینجور خاصه خرجی ها. منم یه کارمنده مثل شما، بریم بزنیم به کارمون. بعد از اون در سال 1382 با فیلم مارمولک دوباره سر زبون ها افتاد. من شما را فراموش کرده، شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد، اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما بازه. اینقدر به فکر راه های در رو نباشید. اولین تجربه بازیگریش در تلویزیون با سریال طالب سال 1363 بود و آخرین بار هم در سریال آشپزپاشی شبکه یک در سال 1388 در قاب تلویزیون حضور داشت. گفتم وقتی کسی مریضه نیاد سر کار، حالا میگم اگه کسی فکرم میکنه حال نداره نیاد سر کار. من آدم بیحال سر به هوا نمیخوام. آقا من که بیحال نیستم. نمیخواد حرف بزنی تا کسی بفهمه. از بهترین کارهای اون در تلویزیون میتونیم به سریال امام علی در سال 1370، سریال فاخته، خاک سرخ و زیر تیغ اشاره کنیم. نبی و رحمت الله و برکات، سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر. پرویز پرستویی در سال 1360 وقتی 26 ساله بود با نسترن پرستویی ازدواج کرد که ثمره زندگیشون دو فرزند، یکی دختر به نام سمیرا و یه پسر به نام بهروزه و هیچ عکسی از همسرش تا کنون منتشر نشده. مرسی از نگاه‌های زیبای شما کی بودیا که تا اینجای ویدیو همراه من بود. حتما نظراتتون رو راجع به این ویدیو و آقای پرویز پرستویی برام کامنت کنید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره.